<applause> سلام الرحمن الرحیم. علی المهدی و علا آبائه ارز کردیم که از صفت خودبینی و خودپسندی باید فاصله بگیریم چون انسان به واسطه این صفت ناپسند گرفتار دام شیطان میشه لذا آقا امام سجاد سلام الله علیه در دعای مکارم الاخلاق به این جهت اشاره میکنه و اعزنی ولا تبتلنی بالکبر اینجا دو تا مطلب هست یه وقتی من خودم را عزیز میدانم یعنی رو به کسی نمیندازم این صفت خوبیه و مورد پسنده اما یه وقت از جهت اینکه من خودم را بالاتر از همه میدانم اظهار نیاز نمیکنم این دومی این کبره لذا امام سجاد سلام الله علیه اولی را مورد تأیید قرار میده که پروردگار را منو عزیز بدان من خودم را برتر از دیگران نمیدونم اما بنابر اینکه از هم نوع خودم درخواستی نداشته باشم این صفت را دارم اما دوم و مرا مبتلا به کبر نکن که ابتلای به کبر انسان را از راه درست و سعادت دور میکنه این صفت از کجا میاد از این که من خودم را بنده نمیدانم من اگر خودم را بنده خدا بدانم من اگر خودم را در مسیر اطاعت از خدا بدانم هیچگاه این صفت در من ظاهر نمیشه پس من ابتدا باید بنده باشم خب این بندگی هست اما این بندگی آیا برای خداست یا برای خودبینی باز که باز اینجا یه لغزشگاه دیگه ای میاد که من اطاعت خدا را میکنم به اصطلاح عبادت میکنم اما عبادتم برای اینه که دیگران مرا بپسندن مورد محبت قرار بدن مورد تعیید قرار بدن همراه من باشن پس این برای غیر خدا شد که اینجا این صفت ریا پیش میاد صفت ریا یعنی انسان کار را برای غیر خدا انجام بده صفت ریا یعنی انسان کار را یا خدا را شریک خود او قرار بده یا تمام کار را برای دیگران لذا در روایت داریم که خداوند متعال میفرماید من شریک خوبیم اگر کسی کار را برای من و غیر من انجام داد میگم برو همه کار را به او بده و از او پاداش بگیر پس ما تلاش بکنیم که کار را فقط برای خدا قرار بدیم لذا سید و شهده سلام الله علیه که محور بندگی هست میبینیم فرماید که روا الله روانا اهل البیت ما راضی هستیم به رضای خدا گاهی من رضایت خدا را برای خودم میخوام یعنی خدا باید راضی به رضای من باشه این همون حالت ناپسنده اما اگر من مطیع فرمان خدا باشم و بنده مخلص خدا باشم من اطاعتم کاملا با اطاعت خداست لذا میبینیم انبیا و اولیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین فقط راضی به رضای خدا هستند واقعه آشورا وقتی که اتفاق میفته اون هم با اون دلخراشی چرا؟ چون سید و شهدا تسلیم امر خدا بود و هست وقتی که میبینه بناز دین خدا زنده بماند با این جهت که من خودم را تقدیم خدا بکنم زن و بچه ام را تقدیم راه خدا بکنم همه را فدای راه خدا بکنم تا دین خدا زنده بماند من حاضرم همه اینها را انجام بدم و خودم را کشته تا اینکه دین خدا زنده بماند لذا میبینیم بعد از واقعه آشورا دین خدا تجلی بیشتری پیدا کرد بنی امیه ای که میخواستن اساس لا اله الا الله را از بین ببرن با ایمان مردم با اعتقاد مردم میخواستند برخورد بکنن با شهادت سید شهدا نقششون نقشه بر آب شد و ایمان مردم روز به روز محکم تر شد تا به امروز میبینیم تمام عالم با نام سید و شهدا ندامی کنن و از نام مقدس ابی عبدالله استمداد میگیرند و به زیارت سید و می میرن و امام حسین را الگوی آزادی، الگوی سعادت و الگوی اخلاص میدانند خداوند متعال ما را در مسیر سید شهدا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد